بنام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، مخصوصا عزیزانی که از گوشه و کنار دنیا برنامه ما را از کانال یوتیوبی تلویزیون جهانی آرینا دنبال میکنن. همین لحظه به جاده صرافی های ولایت هرات هستیم و نزدیکای چاشت هست جای شما خالی، و این مکانی که شما میبینید بیشتر رستوران های سنتی میباشه که از سالیان سال در این قسمت میباشه فعالیت داره و غذاهای مختلف و متنوعی را به حال اینجا آماده میکنن دوستا. و امروز آمدیم که قابولی ببینیم که چه قسم قابولی های در هرات تهیه میشه. یک کاکا جانی که سالها اینجا قابولی جور میکنن، همراه اینا هم کلام میشیم، صحبت میکنیم و همچنان در مورد خود قابولی که در هرات مردم استفاده میکنن بیشتر صحبت میکنیم. هرچند قابولی به هر حال مربوط به غذاهای صفات شمال افغانستان میشه و در کل افغانستان به هر حال استفاده میشه و از خود قابولی استفاده میکنن. سلام کاکا جان، خوبین؟ بله، و علیکم السلام. وقت شما بخیر. وقت ما شکر خوب است. چه خبر ها؟ خیر خیریت است. سلامت باشیم. در مورد قابولی ها بگین، چقدر یک قابولی ها خوشمزه معلوم میشه؟ خوشما بخوره نوار باز سر پیشه بکنه. این قابولی ها رو هر کس درست کرده نمیتونه شما بلا کنه نه. بسیار خب، پس ما قابولی هم نشه جان میکنه. جهان از این مردم افغانستان نانش نیسته، جهان پاریس که باشه این نان نیسته. بسیار خب، ترکیب از اینا چیه؟ بیشتر برای پخت از این از چی ها استفاده میکنیم؟ چی داره؟ میشه توضیح بدیم؟ روغن، پیاز، گوش، برنج، کشمش، خلاص. و یک دیگ بسیار کلان، طوری که دوستا دستم هم سوخت، دیگ بسیار کلان میباشه اینجی و فکر کنم روزانه فروشات هم زیاد هست. حداقل روز چند کیلو فروش داریم؟ ایا است یک کلی 15 کلی بیگوش میبرن، خلاص است این نصف شب بیگوش نصف شب گوشت. خیلی خوب، خود شما از کدوم ولایتیم؟ میمنه. از میمنه زیبا، خیلی هم عالی. چند سال میشه که کاکا جان مصروف این کار است؟ دو کم 30 سال، یعنی 28 سال. همه دی خواست هستم از خدا، از دولت ما نخواست هستم. بسیار خوب، بسیار خوب. تقریبا 30 سال میشه که شما مصروف پخته خیلی پخت قابولی هستیم. در این 30 سال من خود ایراد بودیم و کدوم جایی؟ همینجا بودم، این وقت دکتر نجیب همینجا بودم. او وقت هم قابولی جور میکردم؟ بله. چیگونه بود وقت دکتر نجیب و اوزای کشور؟ خوب وقت بود. چی خوبیادش؟ تفاوت بالش؟ ارزان بود، هر شای ارزان بود. حالا یک کلی گوش 4500 روپه، تو را بگویم 200 روپه باغ میزنی، اول نفر دولت هم هسته. خیلی خوب، در مورد ازی بگیم کوکو جان که روزانه چقدر مشتری داریم؟ مردم ایراد چقدر علاقه دارن به مشتری؟ از این گپا نیست، کار خدایی از مشتری. مشتری؟ آه، من سال نمی کنم، هر ولایت هستن اینجا و تو رو از این گپا. یکی داره است، یکی نداره است، یکی 50 روپه نان میخوره، یکی 100 روپه نان میخوره، این همه طور است. بسیار خب، یعنی ایت قیمت شما نیه که گران باشه، هر قیمتی هست؟ نه نه، هر قیمت. خود شما زودر خوش داریم قابولی؟ آه برای چرا، من پخت میکنم نمیخورم. نمیخورین؟ نه تکلیف چره؟ دارم. تکلیف دارم. چر بخاطر؟ آه. روغن زیاد؟ نه نه، گب روغن نیست، روغن چم مناسب میندازم، روغن سمت شما زیاد میندازم. بیشتر در کدام ولایات افغانستان قابلی بیشتر پخته میشه و در هرات هم قوالی میبینیم رسم شد؟ سمت شمال. کدام ولایت ها؟ مزار، میمنه، کندوز، بدخشان. قابلی کاکا جان یک چند لغمه نوش جان میکنیم و باز مزه رو برای بیننده خواهیم. خب بشینین بشینین. بسیار خوب. خب دوستای ما اینجی نشسته اند و در حال نوش جان کردن قابولی میباشند و قابولی نوش جان میکنن. ما کنارشان میشینیم چند لحظه قصه میکنیم و اختلاط میکنیم. سلام، وقت شما بخیر. فعلا خود نان نوش جان میکنن، باشه لقمه خور بگیرن، باز همراه اینا بیشتر صحبت میکنیم و با اونا هم کلام میشیم، قصه میکنیم در مورد قابولی مولینگی که در این لحظه دارن نوش جان میکنن. دوستا دیگه هم مصروف میباشن و به هر حال در حال نوش جان کردن غذا هستن و همین اکنون دارن غذا نوش جان میکنن که باز با دوستا بیشتر صحبت میکنن. سلام، خوبین؟ سلام برور، خوبین، سلامتی؟ سلامت باشیم، تشکر. اسم شما؟ محمد. بسیار خوب، محمد جان هفته چند بار قابولی نوش جان میکنن؟ ما نیم هفته یک باری. هفته یک بار. قابولی چی میگن اینا؟ قابولی ازبکی. مولینگ هم هست؟ بله بله.
مزه چگونه؟ خوبه، خیلی عملیه. بکنم ورزشکار هم هستی؟ یکم و بیشی. چی رشتر کار میکنه؟ زیبای اندام. بله، و ورزشکار ها بیشتر از قابلی و غذاهای پر انرژی تر استفاده میکنند و برادر ما که ورزشکار میباشند از این غذا دوش جان میکنند. مزه قابلی چگونه و مردم ایران چقدر به این غذا علاقه دارن؟ خیلی خوب عالیه، زیاد میآیند، علاقه زیاد و خاصه. غذا مقوی هم فکر؟ بله. بسیار خوب. بجز قابلی باز کدام غذا رو بیشتر باز در هرات پسند میکنن مردم و از این غذا استفاده میکنن؟ کیچری، گوشت لان، دیگه شوروا، انمی غذا، دیگه بانجان، بامیه، انمی غذا دیگه معمولا. خیلی خوب، بسیار خوب، تشکر از اینکه با ما هم کلام شدیم. تشکر. الله باشم قربان. از قابلی ها باز دوستا دیگه ما مستم اینجا مصروف میباشن و یک جوان بسیار خوشتیپ و خوشرو که خنده هم کردم طرف ما، یک سلام علیک می داشته باشم امروز شما. سلام، وقت شما. سلامتی باشم. تشکر، وقت شما بخیر. امروز عوض قابلی کرده بودید؟ ها دیگه جا شما خیلی می دوست شما، دیگه دوست سالات دیگه بیشتر میمون منی هم گفتیم بیا یک قابلی با آخرین بار خورم بخورن خدا مدن چند سال دیگه بیام با مصطفی. شما خوبیم دوست عزیز؟ شکر، سلامت باشید. خیلی خوش آمدیم. زنده باشید. کجا بودیم؟ همینجا بودیم. میمون آمده؟ میمون آمده. از کجا؟ از ایران. بسیار عالی. چقدر دل شما تنگ شده بود دنبال غذا؟ بسیار زیاد. البته دوستای عزیز، شمایی که همیشه در چینل یوتیوب ما کامنت میمانیم و میگیم که بسیار دوست داریم که بیاییم به کشور و به افغانستان و به ایران از این غذای خود استفاده بکنیم، دوستایی داریم که مثل دوست عزیز ما از ایران آمدند و همین اکنون قابلی نوش جان میکنند. تفاوت غذای افغانستان با غذاهای دیگر کشورها چگونه؟ چون حداقل خود من یک دو کشور سفر کردم، غذای ما خیلی می فکر میکنم خوشمزه. خیلی، یعنی تفاوت غذا داره که گفته نمیشه، زبان بیان نمیشه. بسیار خوب. و فقط این تمر ما میتونیم به میجی تجربه. بله. خیلی خوب. تشکر، من مزایای غذا خوردن شما نمیشم. نوش جان میکنیم. تشکر. تشکر. با ما باشین، ما هم از قابلی ها یک تست میکنیم ببینیم که مزه قابلی ها چگونه. جای همه شما دوستان خالی، بسیار یک قابلی خوشمزه، تمیز و با کیفیت. واقعا صفایی که در وطن ما هست در هیچ کجای دنیا نیه و صمیمیت و طعم و خوشمزگی که در این غذا نهفته مطمئن هستم که در هیچ جای دنیا نمیشه را تجربه بکنیم. امیدوار هستیم که روزی در کشور ما هم صلح برقرار بشه تا همه بتونیم به آرامش در کشور خود زندگی بکنیم و آرزومندیم که هر چه زودتر ناامنی در افغانستان به پایان برسه و ما در یک فضای آرام بتونیم زندگی خود به پیش ببریم. خیلی ممنون که با ما سلیم مقیمی از هرات همراه بودید. انشالله که ما را همچنان تعقیب بکنید از طریق کانال یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا و گزارش های دیگری هم در روزهای آینده انشالله برای شما خوبان تقدیم خواهیم کرد. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.